یکی دیگه از پرکاربردترین تکنیک های تدوین تکنیک تصویر در تصویر هست. در این تکنیک هم به دو تصویر در دو لایه مختلف در پنجره تایملاین نیاز داریم. بنابراین در پنجره بین در قسمت خالی کلیک راست می کنم و از منوی میانبر اد فایل رو می زنم. از مسیر ذخیره سازی فایل ها، فایل های مورد نظر رو با نگه داشتن کلید کنترل انتخاب می کنم و بر روی دکمه اوپن کلیک می کنم. در اینجا می خوام یک ترک ویدئویی دیگه هم اضافه کنم. بنابراین بر روی ترک تووی کلیک راست می کنم و از منوی باز شده زیر منوی اد گزینه اد وی ترک تو ابوف رو انتخاب می کنم. با تعداد یک ترک کات رو اوکی می کنم. تصویر اول رو که می خوام در زمینه قرار بگیره به ترک تووی می کشم. همین کار رو برای تصویر دوم هم انجام می دم. تصویر دوم رو به ترک تریوی می کشم. حالا می خوام تصویر دوم رو که در لایه بالایی قرار گرفته کمی کوچیک کنم و در قسمت گوشه سمت راست بالا قرارش بدم. برای این کار در پنجره اینفورمیشن بر روی گزینه لیوتر دوبار کلیک می کنم تا پنجره تنظیماتش باز بشه. در این پنجره تنظیمات زیادی رو می تونین روی تصویر انجام بدید. مثلا می تونین در قسمت سورس کراپ تصویر خودتون رو از اطراف برش بزنید. من اگر که اسلایدر لفت رو جابجا کنم میبینید که تصویر از سمت چپ برش میخوره. همین کار رو میتونم برای سمت راست یا قسمت بالا و یا قسمت پایین انجام بدم. خب در اینجا من قصد ندارم که تصویر رو کراب کنم. در کنار کادرهای مقادیری که خودتون میتونید از طریق صفحه کلید وارد کنید یک فلش آبی رنگ قرار گرفته که با کلیک بر روی اون بین درصد و پیکسل جابجا میشید. بنابراین میتونید مقادیر داخل کادرها رو بر حسب پیکسل و یا بر حسب درصد وارد کنید. در اینجا من میخوام تصویر رو کمی کوچکتر کنم. هم میتونم با بردن نشانگر موس به گوشه ها و سپس کشیدن و درک کردن تصویر رو کوچک کنم و هم میتونم در قسمت استرچ در کادرهای X و Y مقادیر مورد نظر رو وارد کنم. مثلا مقدار 40% رو وارد میکنم. میبینید که همزمان مقدار کادر ایگرگ هم به 40% تغییر میکنه. به دلیل اینکه گزینه پریزرو فریم اسپکت تیک خورده و متناسب با مقداری که در هر کدوم از کادرهای ایکس یا ایگرگ وارد میکنید، کادر دیگه هم تنظیم خواهد شد و تناسب اندازه حفظ خواهد شد. کار بعدی این هستش که تصویر رو جابجا کنم و به گوشه سمت راست بالا منتقل کنم. هم میتونم با بردن نشانگر ماوس بر روی تصویر زمانی که نشانگر تبدیل به یک فلش 4 جهته شد اون رو بگیرم و بکشم و در گوشه بالایی قرار بدم. هم میتونم مقادیر قسمت پوزیشن رو تغییر بدم. من تصویر رو در این قسمت قرار میدم. نتیجه کار رو میتونیم در پنجره پیش نمایش ببینیم. اگر که بر روی تصویر در پنجره پیش نمایش دو بار کلیک کنیم میتونیم اون رو به صورت فول اسکرین ببینیم. اگر که نوار پیمایش رو به سمت پایین بیارم در قسمت روتیت میتونم زاویه چرخش برای تصاویر رو تعیین کنم. من در کاد مقدار 180 درجه رو وارد میکنم. میبینید که به این ترتیب تصویر معکوس میشه. کار دیگه که میتونم انجام بدم این هستش که نشانگر ماوس رو به دایره کوچیکی که روی دایره بزرگ قرار گرفته نزدیک کنم. زمانی که شکل نشانگر ماوس تغییر کرد و حالت چرخش پیدا کرد میتونم اون رو بچرخونم. به این ترتیب هم میتونیم شکل مورد نظر رو بچرخونیم و در زوایای مختلف قرارش بدیم. تنظیمات مختلف دیگه ای هم هست که میتونیم اونها رو انجام بدیم. مثل گزینه دراپ شادو که با فعال کردنش میتونید یک سایه و یا شادو زیر تصویر بندازید. بنابراین با استفاده از پنجره لیوتر تنظیمات زیادی رو میتونید بر روی تصاویر مختلف انجام بدید. همین کارها رو میتونید برای تصویری که در بک‌گراند و پیش زمینه هم قرار گرفته انجام بدید.